همکارم محمد رهبر همراه ما هستن. آقای رهبر، ابتدا به این موضوع پردازیم که در این شرایط شبه جنگی که بر کشور حاکمه، دلیل این برخورد با فعالان رسانه‌ای چیه؟ به نظر میرسه اون انتقام سختی که قرار بود از اسرائیلی ها گرفته بشه دقیقاً از مردم ایران گرفته میشه، چون ما دیدیم که صدها پهپاد و موشک و اینها شلیک کردند و در واقع یک خراش هم به اسرائیلی ها نیفتاد. ولی از اون طرف فعالان رسانه‌ای که اتفاقاً اعتراض کردن به این قصه که شما چرا چنین کاری را انجام دادین، الان ایران بدتر میشه وضعیت تحریم‌هاش، ایران در واقع منزوی‌تر میشه در دنیا و ما رو در معرض یک ائتلاف بین‌المللی برای جنگ قرار میدیم و دودش به چشم مردم بیرین، حرفایی که مثلا حسین دهپاشی نوشته یا عباس عبدی اینها گفتن، اینها دارن احضار میشن، اینها دارن باشون برخورد میشه. از طرف دیگه خب گشت ارشاد هم دوباره راه انداختن در خیابان‌ها و به جان مردم انداختن و خانم‌ها رو دارن آزار و اذیت می‌کنن. نشون میده که جمهوری اسلامی در واقع از جنگ داره به عنوان یه نعمت دوباره استفاده می‌کنه، این همون شرایطی که در اول انقلاب بود. این جنگ که شروع شد ادامه‌اش دادن و با اون تمام مخالفانشون رو سرکوب کردن. البته الان چنون شرایطی نیست و اتفاقا اصلا خدای امروز خدای دهه 60 نیست به قول خامنه‌ای ها، اما اینو باید در نظر داشته باشیم که من واقعا فکر میکنم که وضعیت فوق‌العاده اعلام کردن، یعنی بقیه کشورها در چنین شرایطی که وضعیت فوق‌العاده اعلام میکنن قوانینی داره و ضوابطی داره، اینا اون کار رو انجام میدن ولی اعلام هم نمیکنن، هیچ ضابطه ای هم وجود نداره و هیچ قانونی هم نیست. اتفاقی که الان داره ایران در ایران میفته، شرایط رو دارن طوری میکنن که در واقع تمام روزنامه ها رو محدود بکنن، چون این چند وقته بسیار اینها آزار دیدن از این قصه، مثل ماجرای صدیقی که لو رفت، مثل خیلی از فجایع و فسادهایی که داشتن رو همین جرایید و مطبوعات و فعالان سیاسی و فعالان رسانه‌ها در دنیای مجازی اومده بودن و اینها رو بیان کرده بودن. تمام اینها رو به نظر میرسه که باش برخورد میکنن، یک انتقامی از تمام معاندان و معارضان میگیرن. داستانی کل کشور این همه بهش گفتن آقای صدیقی این کارها رو کرده، یک بار برای او احضاریه نفرستاده ولی سریعا وارد عمل شده به خاطر توییتی که مثلا کسی کرده و انتقاد از این کرده که شما چجوری انتقام گرفتید، این چجور انتقامیه که هیچ اتفاقی نیفتاده جز این که آبروبری شده. خب این رو هر کسی میفهمه، هر کسی نگاه بکنه به اتفاقاتی که داره در این مثلا شبه جنگ میفته میفهمه که در واقع جمهوری اسلامی چه داره میکنه، هیچ کاری از دستش بر نمیاد و همه موشکایی هم که زده در واقع در آسمان اسرائیل بر باد رفته. به این موضوع بپرسیم، گفته شده با کسانی که از اسرائیل حمایت میکنند و اونا رو مخل امنیت عمومی هم دونستن برخورد خواهد شد، این رو چطور میبینید؟ ببینید جمهوری اسلامی سالهاست که اعلام کرده که به اسرائیل رو به رسمیت که نمیشناسه هیچ و قرار هستش که حذفش بکنه، حتی تاریخ هم گذاشته، شمارش معکوس هم شروع کردن. حالا اینو در نظر داشته باشین، کشوری که یعنی حکومتی که تا این حد با یک حکومت دیگری مشکل داره میاد چنین اعلامیه‌ای میده، یعنی در درون خودش بعد از این همه تبلیغات کلی آدم هستن هوادار اسرائیلن. این خیلی نقص غرضه که شما به جای اینکه در واقع اون کشور اسرائیل رو به محو اینها بکنید، در داخل خودتون بسیاری هوادار اسرائیلن، از کینه شما البته، وگرنه مردم ما با اسرائیل اصلا نسبت خاصی ندارن که بخوان هواداری بکنن و اینها. به دلیل این نظام ایدئولوژیکی که وجود داره، به دلیل این همه شعاری که دادن، دقیقاً برعکسش مردم عمل میکنن. یعنی اگر اون شعار میده مرگ بر آمریکا، مردم هوادار آمریکان، اگر اون شعار میده مرگ بر اسرائیل، به همچنین. فکر کنم وقتم هم تموم شد. متشکرم از توضیحاتتون محمد رهبر، اینجا در استودیو همراه ما بودین. متشکرم.